که نیاز اونچنانی به این یاران ندارند، دست رد به سینه یارانه ندارند. اول هم در رابطه با فضاسازی هست که ما داریم درست میکنیم که مردم در بحث یارانه ثبت نام نکنند. واقعیت اینه که ما حامل‌های انرژی رو از قبیل برق و گاز و آب و بنزین و گازوئیل همه رو گرون کردیم، پولشون رو از مردم داریم میگیریم، مقداری از این پول رو میخواییم به مردم برگردونیم. حالا ما کلن رسانه ها رو ساماندهی کردیم که مردم رو در یک معذوریت قرار بدیم، تهدید میکنیم، تغییر میکنیم که ثبت نام نکنن. در حالی که نظام ولایت فقیه دست گدایی درست کرده تا همان چند هزار تومان یارانه را هم از جیب مردم درآورد، اما آن روی سکه این تمناهای سران حکومتی از مردم برای انصراف از ثبت نام و گرفتن یارانه چیست؟ بله، این چهره و ماهیت رژیمی است که از سر تا پای آن 35 سال است که به غارت دار و ندار مردم ایران مشغولند و هیچ کجای حکومت آخوندی نیست که در لجن اختلاس و فساد مالی فرو نرفته باشد. اما چطور است که این آخوندها که از این سرقتها و اختلاسها اینقدر ثروتمند شده اند دست به دامان مردم می شوند تا با شیادی مردم محروم و گرسنه را از گرفتن اندک حق یارانهشان هم منصرف کنند؟ در حالی که روز به روز قدرت خرید مردم پایین و پایین تر می آید و بیشتر در فقر فرو می روند، دار و دسته های چپاولگر حکومتی روز به روز ثروتمندتر می شوند و شکاف طبقاتی عمیق‌تر می شود. پاسدار احمدی نژاد در دیماه سال 91 در یک جنگ و جدال باندی اعتراف کرد که 60% پولهای کشور در جیب 300 نفر است. همچنین خبرگزاری ایرنا در 5 فروردین 93 اعتراف کرد ماحصل این فسادهای کوچک و بزرگ در کشور این است که کشور ما طبق گزارش سازمان بین المللی شفافیت در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص فساد در میان 177 کشور رتبه 144 را به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه این که فقط در سال 91 به 92 11 پله تنزل رتبه داشته ایم. خبرگزاری حکومتی ایرنا در ادامه مطلبش افزود بانک‌ها بستر فساد اقتصادی در کشور هستند. عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت عوامل مختلفی در بروز فساد در کشور دخیل هستند. این عوامل از قوانین گرفته تا نهادها و افراد با نفوذ همگی بسترساز فساد هستند. متاسفانه ما مبارزه با فساد را سیاسی کردیم، یعنی آمدیم
کسانی که باند فلان جناح سیاسی هستند را از فسادشان چشم پوشی کردیم و به آنهایی که در جناح مقابلند ذره‌ای رحم نکردیم. بعد از این اعترافات حالا به حرف مردم گوش کنیم. حالا من دیدم اونجا وامای میارن کلون به سری افراد میدن 100 میلیون 50 میلیون تومان. طرفی که با یه لابی قوی با اون دولت که داره اون رابطه هایی که دارن اینها زدبنداشون تو هر دولتی که عوض میشه هست. خیلی از جوانا واسه وامای 3 تومانی 1000 تا زامن میخوان. میلیاردی که شما داشتیم صحبتش میکردی گفتیم آقا اگه این 3000 میلیارد رو فهمیدین، اگه 15 میلیون کارگر اگر بیکارن که باشه فهمیدین، خیلی راحت میتونن توی مدت 4 سال 5 سال بین ما 400000 تا بره زندگیشون رو بگذرن. همش حرف این اصلا نه دل برای مردمانشون میسوزونن، نه دل به کارگر میسوزونن، نه دل به امیر میسوزونن، نه به کبیر، نه به صغیر، به هیچی، به هیچی نه دل نمیسوزونن. اینا فقط منافع شخصی خودشون رو من نگاه میکنن که آقا جون چجوری منافع شخصیشون رو تامین کنن. الهی با امیدتو آقا ما تو چه مملکتی داریم زندگی میکنیم که او آقا تو تهران نشسته داره 300 میلیارد 400 میلیارد پول میتوسته میبره داخل بانکای سوئیس، این بابا برای که بچهش بفرسته مدرسه نمیتونه 2 میلیون وام بگیره. آیا اعتراض میشه دیگه؟ اعتراض به چی میگن؟ اعتراض به همه میگن دیگه. آقا مثلا آدم اعتراض داره نسبت به چیزا. این کارگره نمیدونه او بابای 300 میلیارد دزدیده برده، خبر نداره. من که میبینم آتیش میگیرم. اینکه او بابا میترسه اونطور راه های مختلف داره دزدی میکنه، راه های مختلف. آقا زندگی بهتر، شرایط بهتر، همه چی بهتر، بعد دزدی هم میکنن. رژیم در جولانه ادعا میکند دغدغه های حکومت اسلامی دارد و خود را قطب جهان اسلام میداند و میگوید که میخواهیم قانون و عدالت را در جامعه اجرا کنیم، اما با احکام قرون وسطایی مردم محرومی را برای چند هزار تومان اعدام می کند، دست می برد و شلاق می زند، حالان که روشن است که مسبب همه دزدی ها کیست. اما رسوایی رژیم آخوندها اینجاست که بپرسیم چرا با آن مهره های درشت که دزدی های میلیاردی می کنند کسی کاری ندارد؟ اگر قرار بود احکامی را که برای مردم محروم و پایین جامعه و بیکس و کار اجرا می کنند برای امثال خامنه‌ای و رحیمی و مرتضوی و بابک زنجانی ها اجرا کنند، راستی چند بار باید اینها دستشان بریده می شد و اعدام می شدند؟ اصلا آخر و عاقبت این دزدان میلیاردی در پیش و خمهای دستگاه قضایی حکومت آخوندی چه می شود و اصلا سرانجامی دارد؟ من با رئیس بانک ملی صادره چه برخوردی شد؟ تو جای الان چی شد؟ این 3000 میلیارد تومان استرس چی شد؟ فرآیند هی بررسی میکنیم. حالا اگه موضوع سیاسی بود تو 10 دقیقه یارو ولی خب دست دزدا رو خوب باز داشتن. سردشقیم آخوند پور محمدی که خود یکی از چپاولگران حکومتی است در مصاحبه‌ای با وقاحت و فرار به جلو در صدد رفع و رجوع و پاک کردن دست دزدان و چپاولگران همپالگیش اینچنین میگوید: مردم گلایه خیلی شدید داشتن در مورد اینکه چرا با پرونده های دانه درشت ها و مفسدین برخورد های قاطع نمیشه، شامل مرور زمان میشه چند سال. اما وقتی به موضوع فساد به خصوص اقتصادی میرسیم فوق العاده پیچیده است. اولا شناساییش بسیار سخته، ثانیاً آدم های صاحب نفوذ، قدرتمند و صاحب پول و مکنت تمام ظواهرم درست کردن، وکیل دارن، مشاور دارن، حقوقدان دارن، قانون دونن. هممونم به نحوی درگیر شدیم. حالا بعضیا عمدن از روی سوء استفاده و آمدن تخلف کردن، بعضی هم دیگه درگیر شدن. بله، همشان درگیر دزدی و غارتن. این تنها گوشه ای از کارنامه سیاه این حاکمان دزد و دزدان حاکم است. آخر و عاقبت این دزدان میلیاردی سرانجامی دارد؟